با سلام به دوستان و همکاران، من دکتر شهرام نامجینیک هستم. مدرک دندان پزشکی که اخذ کردم دوره اورال سرجری رو در دانشگاه منچستر ادامه دادم و مدرک مستر آف ساینس را 1993 گرفتم. اونجا علاقه من شدم به رشته ایمپلانتولوژی و رشته ایمپلانت رو ادامه دادم و مدرک PhD رو در قسمت جراحی و پروتز ایمپلنت رو 1998 اخذ کردم. از اون موقع به بعد درمان ها، مطالعه و تحقیقاتم و لکچرها و مقالات فقط در زمینه ایمپلنت های دندانی بود. به زبان فارسی خب مباحث مقالات متفاوتی دادم و سخنرانی متفاوتی انجام دادم. چند گروه تلگرام شرکت کردم و در اونجا برای همکاران برنامه گذاشتم، ولی دیدم بهتره که اینا رو جمع کنم در اینجا و در یک کانال یوتیوب بذارم. چرا مبحث دنتا ایمپلنت اسمول دوزز مطرح شده؟ به خاطر اینکه هدف این نیست که مباحث بزرگ مطرح شه، مباحث کوچیک مطرح میشه و اگر یه مبحثی هم بزرگ هست مدت زمانش رو کوتاه میکنیم و تقریبا به صورت متوسط 10 دقیقه بیشتر نخواهد بود. امیدوارم مورد استفاده دوستان و همکاران قرار بگیره. سابسکرایب کنید اگر علاقه مند هستید و سوالاتون رو بپرسید و فیدبک بدید تا لکچرهای بعدی مباحث بعدی رو بهتر و دقیقتر ارائه کنم. حدود 20 سال پیش، بیشتر از 20 سال پیش توصیه کرده بودم که دندان پزشکان عمومی در جایگزین کردن دندان ها با ایمپلنت دندانی نقش موثر داشته باشند. اون موقع خیلی مقاومت زیاد بود و اعتقاد داشتن که نباید باشه. من این مقاله تقریبا 22 سال پیش چاپ کردم در مجله دندانپزشکی تهران که تاکید میکرد که واحدهای آموزش ایمپلنتولوژی در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی گنجانده شود و آموزش فقط در هتل‌ها یا سمینارها نباشه که آکادمیک باشه. ولی خب نشد و الان چه افرادی که مخالف بودن چه بخوان چه نخوان، دندانپزشکان عمومی نقششون رو پررنگ کردن و چه در پروتز و چه در جراحی. ولی خب الان دیگه من فکر میکنم در بعضی موارد مشاهده میشه که بقول دوستان از اون ور پلوف داریم. یعنی اول اصلا دندانپزشکان عمومی دوست نداشتن و نمیخواستن دست بزنن، ولی الان گاهی اوقات مشاهده میشه، به ندرت البته، که کارهایی میکنن که خارج از حیطه کاری باشه، تجربه‌ای باشه، تجربه کاریشون باشه. دقت کنیم که دنتال ایمپلنت سرجری همون اورال سرجریه، فرق نمیکنه و نیست که مثلا دیگه جراحی نیست، جراحی هست. حتی فلاپلس سرجری هم جراحی محسوب میشه و شخص نه جهت تکنیک چاقو زدن، بریدن، بخیه زدن آشنا باید باشه، بلکه عوارض بیماریش رو باید مد نظر بگیره، چه بیماری سیستمیک چه عوارض خود جراحی اورال سرجری. من یه توصیه میکنم به همه دوستان و همکاران درمانهایی انجام بدیم که درمان کامپلیکیشنش هم بدونیم. یعنی اگه ما ترمیمی انجام بدیم به دندونی پر میکنیم، حتما باید پالپتومی بدونیم. اگه پالپتومی نمیدونیم، عدید من دندان نباید پر کرد، چون یه روزی وارد پالپ میشیم و نمیدونیم باید چه کار بکنیم. اگر چه این پروتکلی مد نظر داشته باشه، هممون داشته باشیم، موجب میشه که بیمارامون خوب درمانشن و خب نقش دندان پزشکان عمومی هم پررنگ و خوب در جامعه خودشو نشون بده. مباحث به 5 قسمت تقسیم شده: Basic Science, Oral Surgery, Restorative, Diagnosis and Treatment Planning و Clinical Science. کلینیکال ساینس بیشتر برمیگرده به مباحث مثل رادیولوژی، اتیکس و غیره. امیدوارم مباحثی که مطرح میشه در این کانال مورد استفاده دوستان و همکاران قرار بگیره.